خب عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز. اگر اجازه میفرمایید جلسه رو شروع کنیم. من فکر کنم جلسه رو ضبطم بکنیم بد نباشه. بسیار خوب. چهارشنبه 14 مهر ماه 1400 هستیم. ساعت 9 شامگاه هست و در خدمتتون هستم. این جلسه هم با بحثی بکنیم در مورد یک کتاب به نظر من خیلی جالب و خیلی آموزنده به نام در واقع The Bias That Divides Us، سوگیری که ما را به دو دسته تقسیم میکند. The Science and Politics of My Side Thinking که در واقع میشه علم و سیاست تفکر طرف من، نوشته کیث استانوویچ هست که کیث استانوویچ استاد دانشگاه تورنتو هست در زمینه روانشناسی عملی و کارهای بسیار جالب و زیادی منتشر کرده و خیلی ها میگن که واقعا در حق این آدم ظلم شده، چون ایده های خیلی خوبی داره، ایده های خیلی عمیقی داره، ولی شاید اونجوری چون نمیتونه به صورت خیلی روان یا خیلی مثلا مقبول عامه عقاید خودش رو بیان کنه، یا شاید سخنران خیلی قهاری نیست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و خیلی از افراد در واقع کمتر با او آشنا هستند. البته چند کتاب مشهور داره که یکی از اونها تا اونجایی که من میدونم به فارسی ترجمه شده. کتابی هست به نام How to think straight about psychology که ترجمه شده تفکر انتقادی در روانشناسی. آقای هامایاک آوادیسیانس اون رو ترجمه کردن. البته جالبه بدونید این به کتاب اصلش به چاپ دهم رسیده و چاپ دهمش مال 2012 هست. البته ترجمه ای که جناب آقای آوادیسیانس انجام دادن فکر میکنم از مجلدهای قبلتر هست، ولی تحت عنوان تفکر انتقادی در روانشناسی است. کتاب جالبیه در مورد critical thinking و اینکه چگونه ما ممکنه دچار خطاهای شناختی بشیم هنگامی که با بیمار برخورد میکنیم، هنگامی که در مورد اثر بخشی مداخلات بحث میکنیم، یا همینجوری وقتی توی کوچه و بازار به مردم نگاه میکنیم چگونه ممکنه دچار سوگیری های شناختی بشیم. کتاب دیگری داره مال 2009 هست، What Intelligence Tests Miss The Psychology of Rational Thinking که در واقع میشه تست های هوش چه چیزی رو از دست میدن، تست‌های هوش چه چیزی رو شناسایی نمی‌کنند، روانشناسی تفکر عقلانی. و باز کتاب 2016ش هست که این کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفت، The Rationality Quotient Toward a Test of Irrational Thinking که در واقع Rationality Quotient که بر وزن Intelligence Quotient هست. ما یک ضریب هوش داریم، این یک ضریب عقلانیت تعریف می‌کنه و در واقع باورش بر اینه که همونطور که ما یک پدیده‌ای داریم به نام هوش که توسط تست‌های هوش سنجیده میشه، یه پدیده‌ای هم داریم در واقع تحت عنوان تفکر نقاد و عقلانی که میتونیم با اون رو به صورت RQ Rationality Quotient یا ضریب عقلانیت بسنجیم. این کتاب 2016 است. ولی خواهم گفت که یک تحول جالب ما توی افکار کیث استانوویچ می‌بینیم و به نظر من خیلی روشنگره. من به شخصه واقعا از کتابش لذت بردم. میگم نثرش از اون نثرهای خیلی شیرین نیست، یه جاهایی احساس میکنید سکته داره، یه جاهایی احساس میکنید که مطلب رو خیلی داره میپیچونه، خیلی تکرار میکنه، ولی وقتی یه دقیق اون رو میخونید اون چی که میخواد بگه به نظر من خیلی قشنگه. یعنی وقتی اون لحظه‌ای که گرفتینش، من خودم این حسو داشتم، مثل آدمی که صاعقه میزنتش یه حسی داشتم او این داره چی میگه، عجب مطلبی رو داره مطرح میکنه و چقدر این مطلب عمیقه، ای خدا، و این آدم چقدر نکته ظریفی رو داره مطرح میکنه. تا آخر کتاب شما یه حس میکنی داره میپیچونه، ولی اون لحظه آخر که جا میفته و تقه میکنه شما یه حس خیلی خوب خواهید داشت. ببینید بحثش رو اینجوری میشه من براتون یه جوری مستقیمش کنم، یه جوری بگم که براتون راحت تر باشه، که چرا بعضی انسانها میبینیم با هم اختلافهای خیلی شدید روی امور بسیار مهم دارند. و اینم بهتون بگم که این موج کتابها، این گونه کتابها طی سالهای اخیر به چند دلیل خیلی طرفدار پیدا کرده، خیلی هم داره روش مانور داده میشه. یک، مقوله گرم شدن زمین. یه عده زیادی دارن با این قضیه کلنجار میرن. آیا این یک هوکسه؟ آیا یک فریبه؟ آیا یک خطاست؟ یا واقعا اتفاق میفته؟ شما افراد زیادی رو میبینید که میگه همش توته است. اینا همش اینجوری میگن میخوان نفت رو از مردم بگیرن، میخوان انرژی‌های گرونترشون رو بفروشن و اصلا همچین چیزی نیست. دو به روی کار آمدن دانالد ترامپ هست که یه عده شوکه شده بودند که این چگونه تونست اینقدر رأی بیاره و اینقدر طرفدار پیدا کنه. و سه، همین دو سال اخیر خیلی پررنگ‌تر شده. این کتاب مال 2021 هست ولی کمتر به مسئله کووید 19 پرداخته و این داستانی که این ویروس دیگه از کجا اومد و آیا واقعا باید لاکداون کنیم، آیا باید قرنطینه کنیم، آیا قرنطینه مفید بود یا ما رو گذاشتن سر کار، چرا بعضی دولت‌ها مخالف قرنطینه و ماسکن، چرا بعضی سیاستمدارا تو کتشون نمیره در مقابل یه عده دیگه اصرار دارن تا میتونید قرنطینه کنه همه جا رو تعطیل کنید. و این بحث‌های جدی بود که در واقع میشه گفت اون تقابل جمهوری‌خواه و دموکرات یا لیبرال‌ها و محافظه‌کاران در غرب و آمریکا خیلی این کتاب‌ها رو پرطرفدار کرد. و در واقع کیت استانوویچ هدفش اینه که بیاد ببینه که واقعا ما چه جوابی برای این داریم، چرا اینقدر ما دچار تفاوت هستیم در دیدگاه‌ها روی چند حوزه خیلی مهم: گرم شدن زمین، کنترل اسلحه، چون یه عده شواهد در آمریکا این رو میگن که بابا اسلحه رو باید محدود کنید، افرادی که تعادل ندارن، افرادی که تکانه‌ای هستند، افرادی که زیر ساختای خیلی خیشتندار ندارن، اسلحه آزاد میرن میخرن، بعد شروع میکنن میرن مردم میبندن به گلوله. چرا جلوی این رو نمیگیرید؟ مسئله دیگه مسئله سقط جنین هست که آیا واقعا باید کلینیک‌های سقط جنین رو آزاد کرد، مجاز کرد، بایستی بهشون امکانات داد یا نه؟ باز مسئله دیگه مقوله همجنسگرایی هست و اینکه آیا اینها باید بتونن با هم خانواده تشکیل بدن، آیا باید اجازه ازدواج به اینا هم داده بشه یا اینی که هیچ زیر ساختی نداره. و چیز عجیبی که استانوویچ بهش اشاره میکنه که البته برای شما فکر کنم همتون شناخته شده است، میگه وقتی شواهد رو میذاری روی میز، چه در مورد گرم شدن زمین، چه در مورد کووید 19، چه در مورد خیلی از این موارد مناقشه برانگیز که خدمتتون گفتم، انگار شما اصلا توی جناح با اون یکی جناح دیسکانکت، اتصال نداره، اصلا هر چه قدم استدلال رو میکنی تو کد طرف مقابل نمیره، ساعتها مناظره، ساعتها بحث، ره به هیچ جا نمیبره و شما نمیتونی بندازیش گردن دسترسی نداشتن به کتاب، به اینترنت، به منابع، به سخن طرف مقابل. من الان چند دفعه است، چند جلسه است دارم به این قضیه اشاره میکنم، مناظره ها ره به جای نمیبره. وقتی میبینی افراد میرن حتی به زور عضو توییتر گروه یا جناح مقابلم میکنن، میگن باید توییتاشو بخونی و امتحان بدی، باید متناشو بخونی و بیای امتحان بدی که مطمئن شیم طرف مقابل رو هم شنیدی، نظر طرف مقابل رو هم شنیدی. باز دیدن تقریبا هیچ تغییری در افراد اتفاق نمیفته و این چراست. یکی دیگه از مواردی که فراموش کردم خدمتتون بگم مسئله مهاجرته و دقیقاً ببینید این همون چیزهاییه که مثلا دولت ترامپ در مقابل دولت بایدن یا در اروپا راستگراها در مقابل میشه گفت مثلا چپها این رو علنی میکنن. مثلا من به صورت پس و پیش از کتاب جلو میرم، نمیخوام عین کتاب جلو برم چون حس میکنم خودش اگه یه جور دیگه مینوشت شاید خیلی جذابتر میشد. مثلا به مقاله اشاره داره کاتلین دروموند و باروخ فیشهوف 2017 در ببخشید نه این نیست، عذر میخوام، مقاله دیگه هست در مورد بله دانیل هاپکینز The Muted Consequence of Corrected Information About Immigration Journal of Politics جلد 81 2018. مثال چیه؟ میگه مثلا یه تعدادی از آمریکایی ها به خصوص اونهایی که به جناح‌های راست و محافظه‌کار تعلق دارن، وقتی ازشون میپرسی چند درصد مردم یا چند درصد کارگرها یا چند درصد همکلاسی بچه هاتون از هیسپانیک هستند، آمریکایی لاتینی هستند، عددی رو که میگن اغراق شده است، یعنی دوچار یک سوگیری شناختی هستند. این جمله رو میگن که بابا تمام مملکت و هیسپانیکا برداشتن، مدرسه میری اینه، فروشگاه میری اینه، ورزشگاه میری اینه، میری بیمارستان اینه، یعنی اصلا کل مملکت ما رو بلعیدن. اینو سفیدهای بیشتر شاید یه مقدار جدایی طلب و محافظه کار میکرد و توی این مقاله جالب اومده این کار کرده. ازشون پرسیده خب فکر می‌کنید توی مثلا این اسپانیایی تبال‌ها چقدر شیوع دارن توی شهر شما، توی مدرسه بچه‌تون، اینا اونجا. و بعد وقتی اطلاعات این افراد رو اصلاح کرده که خیلی از موارد دچار خطا بوده، یعنی افراد مثلا بیش تخمین زده بودن، اتفاقی که افتاده بعدش اومده نظرخواهی کرده راجع به سیاست مهاجرتی و نگرش اونها به مهاجرت، تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده. پس یعنی اونایی که میگن ببین اینا ناآگاهند، اینا اطلاع ندارن، اینا فکر میکنن که همه سیاها اومدن کار رو از دست سفیدات در آوردن، همه مهاجرا اومدن کار رو از دست سفیدپوستا در آوردن، همه اسپانیولیا دارن مملکت رو میبلعن، اینا دچار خطا شدن. اینا 8% 11% فراوانی جمعیتشونه، گاهی اوقات اینا میگن 50% مملکت از اینا. و بعد که وقتی اصلاحش میکنی و آمار رو بهشون نشون میدی، هیچ اتفاقی توی نگرششون نمیفته. یعنی مدت هاست افراد دارن اینو میبینن که مثل این که وقتی اطلاعات دقیق به آدما میدی، اطلاعات حساب شده و آمار میدی، این کاری که شما میبینی مثلا CNN هی همش میگه facts first، هی پوز میدی که ما داریم فکت ارائه میدیم، هی داریم اصل مطلب علمی ارائه میدیم، کارشناس میاریم مطلب علمی بگه. تقریبا اینا شوکه شدن که هیچ تأثیری رو افراد نداره. یعنی اونی که باور داره باور میکنه، اونی که باور نداره اصلا تکون نمیخوره. و این یه معماست، چرا اینجوریه؟ و در واقع به نظر من استانوویچ یک سفر قشنگی رو شروع میکنه که سعی کنه این رو توضیح بده. این سفر نه تنها در این کتاب دیده میشه، من فکر کنم در زندگی خود استانوویچ و کارهایی که ارائه داده هم دیده میشه. دیدین من کتاب‌های قبلی که ازش معرفی کردم، What Intelligence Tests Miss، در واقع تست های هوش چه چیزی رو ارزیابی نمی کنند، The Psychology of Rational Thinking. ابتدای کار استانوویچ به این اشاره داره و تو زندگی خودش همین باور داشته. هوشه، خیلی ساده بهت بگم، بعضی آدما باهوشن، سریع میگیرن مطلب. و اینجا منظور ما از هوش تست های متعارف هوش است. تست ریون هست، تست وکسلر هست، تستای استنفورد بینه هست، همینایی که از مدارس از افراد میگیرن. این مکعب اگه 90 درجه بچرخونی بعد اینوری بچرخونی چیه، یا نسبت مثلا پرتقال به انار مانند مثلا چیز است بچه. اینایی که میگن، اونایی که بالاتر نمره میدن و یا لغت رو بهتر یا عددها رو بهتر میتونن شناسایی کنن، طبعا هوش بالاتری دارن. پس ابتدای کار کاندید اول رو اینتلیجنس یا هوش میدونه، IQ. بررسی هایی که شده دیدن IQ تأثیری تو این قضیه ندارد. یک، یعنی ربطی به این نداره که شما تو کتت میره کره زمین داره گرم میشه یا نه، یا اینی که واقعا قرنطینه کردن باعث کاهش سرعت تکثیر ویروس میشه، اثر نداره. پس عزیزان من، اگر شما میخواید مناظره کنید، بحث کنید، تو زندگیتون دارید با همدیگه صحبت میکنید، سری نگیم بابا کم هوشن دیگه، یه سری کم هوش جمع شدن نمیگیرن قضیه رو، اینقدر راحت قضیه، بابا این بریم فکت‌ها رو چک کنید دیگه، اون نیست. حتی به مقالات جالبی اشاره میکنه که هوش میانگین محافظه‌کاران، اونایی که حالا به جمهوری‌خواها رأی میدن، راست محافظه‌کار هستن در مقابل لیبرال‌های چپ‌ها، آیا فرقی داره با هم یا نه؟ تقریبا فرقی نداره. یعنی دیدن هوش افراد ربطی به این نداره. پس یه سری از این چیزهایی که نشون میدن ایالت‌های وسط آمریکا، حالا میگه همش چرا آمریکا رو میگه، خب برای اینکه داده ها از اونجا اومده، شما میتونی قیاس کنی به بقیه دنیا که مثلا اون ایالت‌های وسط که بیشتر میرن جمهوری خواه رأی میدن، اون ایالت‌های به اصطلاح قرمز، اینا هوش میانگینشون پایین‌تره و اینا کم هوشا میرن به مثلا کاندید جمهوری خواه رأی میدن، باهوشا میرن. آره تو بین دانشگاهی‌ها بیشتر به دموکرات ها رأی میدن، ولی هوش میانگین افراد دیدن تفاوتی نداره. اینم باز یافته جالب دیگه است. باز البته یه سوگیری دیگه هم داریم، این سوگیری هم بدونید بد نیست، تو کتابش بهش اشاره کرده. ولی از نظر سمت دانشگاهی این قضیه کاملا یه انشقاق داره. یعنی اونایی که تو دانشگاه های مادر آمریکا، بزرگ آمریکا هستند، تو یه مطالعه دیدن 58% تا 66% لیبرال میدونن خودشونو، در صورتی که 5% تا 8% محافظه‌کار میدونن. یعنی تقریبا 10-1 دموکراتن به جمهوری خواه. برای همینه که آرای مثلا جمهوری خواه تقریبا صفره توی اون مناطق. یا یک بررسی دیگه روی 500 استاد برجسته در آمریکا صورت گرفته بود، دیده بودن 80% اینا میگن ما لیبرال یا خیلی لیبرالیم، یعنی طرف دموکرات و اون محور چپ هستن. در مقابل فقط 2% گفته بودن محافظه‌کار یا خیلی محافظه‌کار. پس کاندید بعدی میتونه این باشه، خب هوش نیست، تحصیلات، ذهنیت دانشگاهی داشتنه. وقتی شما آکادمیک هستی میری این طرف، میری به سمت لیبرال دموکراسی. اگر آکادمیک نیستی، اهل دانشگاه و واحد پاس کردن و مطالعه نیستی، میای اینور میشی جمهوری خواه. خب این رو هم بررسی کردند. این رو تحت عنوان چه چیز بررسی کردند؟ اینجا باز از کسی دیگه هم نام ببرم که مرتب دارم به کاراش اشاره میکنم و به نظر میاد اون و استانوویچ خیلی با هم رفیقن، چون به کارهای هم خیلی اشاره میکنن. اونم دن کاهان هست که دو تا فایل من قبلا ازش براتون ارائه دادم، شناختای جهتدار ما و اون که آنها یک تظاهرات دیدند. اگه یادتون باشه، اگر ندیدید تو همین اینستاگرام هست، مال 2-3 هفته گذشته هست، ببینید. و دن کاهان روی چیزی کار کرده به نام Ordinary Science Intelligence، یعنی هوش متعارف علمی. این با هوش وکسلری، هوشی که به نام IQ معروفه، فرق داره. این میشه گفت مخلوطی از سواد علمی، به خصوص علومه. یعنی شما هم تو اطرافیانتون میبینید بعضیا ریاضیات، علوم و فیزیکو بهتر میفهمند، بعضیا اصلا تسلیم شدن، میگه ما ریاضی نمیفهمیم، مثلا از من سوال نجوم نکن، از من سوال نمیدونم اندازه حرکت و انرژی جنبشی و اینا نکن، اصلا من این چیزا نمیفهمم، من حافظم خوبه، نمیدونم قشنگ پولو حساب میکنم، ولی این چیزا رو اصلا نمیدونم، اصلا تا این بحثا پیش میاد از من درسای دبیرستانی و اینا نپرس. خب به این میگن Ordinary Science Intelligence. خب این Ordinary Science Intelligence یا هوش متعارف، شاید بگیم دبیرستانی، رو دن کاهان به شدت بررسی کرده و چیز جالبی که پیدا کرده خبر عجیبیه. هرچی این بیشتر میشه در هر دو جناح، اینجور نیست که محافظه‌کارا اصلا نداشته باشن. گفتیم تو استادای دانشگاه نمود لیبرال دموکرات ها خیلی بیشتره، ولی این نیست که اینا درس نخونن، دانشگاه نرن. وقتی دیدن با تحصیلات مشابه افرادی که محافظه کار هستند، وقتی مقایسهشون میکنی با افراد دموکرات، یه اتفاق عجیب میفته. فاصله اختلاف نظرشون روی حوزه های کلیدی بدتر از مردم عادی میشه. یعنی اون محافظه کاری که دانشگاه رفته، فاصله اندیشش با اون دموکراتی که دانشگاه رفته، از اون دوتایی که دیپلمه هستن خیلی بیشتر شده. یعنی این یکی از اون چیزاست. من فکر کنم شما به هر گروهی تعلق داشته باشید، دارید این رو نگاه میکنید. ولی خب سوگیری اصولا در علوم انسانی و روانشناسی و به خصوص روانپزشکی، رواندرمانی معمولا به سمت دموکرات ها، سوسیال دموکرات ها، لیبرال دموکرات هاست. این یک چیز جهانیه. حتی جالب، یه سال گفته بودن که شدیدترینش هنگام رای دادن به نیکسون بود که 97% روانشناسا و روانپزشکا و روانکاوا به جناح مقابل نیکسون رای داده بودن. یعنی اصولا اونایی که تو کار روانن به دلایلی همیشه طرف مقابل محافظه‌کارا هستن و برای همین شما می‌بینید مثلا بیشتر محافل روانشناسی و اینا تا میخوان علامت اختلال شخصیت مطرح کنن، چی مطرح کنن، مثلا ترامپو مثال میزنن. یعنی این اصلا یه چیز نهادین است. و حتی برای اینکه اینقدر این سوگیری پررنگه که بین خودشون تفاهمی کردن آقا این کارو نکنید، این خیلی دیگه جهتگیریمون علم رو زیر سوال میبره. آخه چجور ممکنه اینقدر علمی سیاسی باشه؟ اگر شما به علم روان علاقه دارید نمیتونید از سیاست خودتون رو دور کنید. نمیدونیم چرا. علوم شناختی، روانشناسی اینجوری، فیزیک کمتر، شیمی کمتر، ریاضیات محض کمتر، ولی این دیگه خیلی افراطی این گونه است. یعنی اون فاصله خیلی زیاد. حالا قسمت بعدی این بود، پس تحصیلات ذهنیت علمی داشتن زمینه فیزیک، شیمی و آمار، احتمالات، دیدن این شکاف حتی بدتر میشه. یعنی اونی که محافظه‌کاره و پی اچ دی داره سرسختانه تر مقاومت میکنه در مقابل نظریه گرمایش زمین، در مقابل مقوله دیگر. بخوام مقاله خدمتتون بگم، این مقاله است. کیتلین دروموند و باروخ فیشهوف، اونی که اول اشتباهی نام بردم. اصلا شما تیتر مقاله رو نگاه کنید و جدولاش رو نگاه کنید کفایت میکنه. مال ژورنال معتبری هم هست، PNAS Proceedings National Academy of Sciences 2017. Individuals with greater science literacy and education have more polarized belief on controversial science topics. اصلا تیترش تمام کرد مطلب رو. افرادی که دارای سواد بیشتر علوم و تحصیلات هستند، در مورد امور مناقشه برانگیز علمی اختلاف شدیدتری با هم دارند. امور مناقشه برانگیز علمی اینا چیا هست؟ من مثال براتون بزنم. مثلا دیده بودن راجع به سوالاتی از نانو تکنولوژی کرده بودن، هیچ اختلافی نداشت. خیلی خوب، این هم نظر میدادم. در مورد ژنتیک مودیفاید فود، غذاهای تغییر یافته ژنتیکی، اختلاف جدی با هم نداشتند. پس کجاها بود یه دفعه اینا یه شکاف پیدا کرده بودند؟ تو چند مسئله. یک، نظریه تکامل. این تکامل اصلا به نظر میاد یه تیغ ریش تراشه، یه گوس. هر جا مطرح میکنی تکامل مثبت ها اینور، تکامل منفی ها اینور، اصلا یه دفعه تمام محافظه‌کار رو به کی رای دادی و ذهنیتت اقتدارگراست در مقابل لیبرال دموکرات روشن میشه. دو، بیگ بنگ، نظریه بیگ بنگ. سه، تحقیق بر روی سلول های بنیادین، استم سل ریسرچ. و چهار، گرم شدن زمین. یعنی این چهار حوزه، لااقل چیزای دیگر رو هم میتونسته بسنجه، ولی این چهار تا رو خیلی روش مانور داده. دیده اینا واقعا هرچی سواد آدم ها بیشتر میشه اختلافشون بیشتر میشه. و سوال اینه که چرا؟ آخه چرا با تحصیلات بیشتر شما باید زبان همو بهتر بفهمید، آمار بدونید، فیزیک بدونید؟ پس چرا این شکافتون بیشتر میشه؟ تو قضیه تکامل، تو قضیه انفجار بزرگ، بیگ بنگ. پس مسئله بیسوادی یکی از جناح‌ها در مقابل نیست که اینا کتاب نمیخونن، دانشگاه نمیرن، اهل قلم نیستن، همش دنبال مثلا پول در آوردن و نمیدونم ورزش و چیزهایی هستن که خیلی اکادمیک نیست، در نتیجه نمیتونن تو این قضیه درست قضاوت بکنن. پس این کاندیدا هم داره زیر سوال میره. اینا هر چقدر شکاف پیدا میکنند بدتر میشه. من میخوام به شما یک نوید بدم، نگران نباشید، آخر کتاب قشنگ تموم میشه. دن کاهان و استانوویچ قشنگ تمومش میکنن. پس اگه اینجوری باشه که درس و دانشگاه، چون یه عده میگفتن دلمون خوشه که میگفتیم مردم برن دانشگاه درس بخونن مثلا افکارشون بهتر بشه، اینا تو دنیا هم دیدن نه خیر، اصلا شما بیا همه مردم هم به زور بفرستی دانشگاه، لیسانس بهشون بدی، فوق لیسانس بدی، پی اچ دی. و جالبه این اختلافه حالا تو نموداراش محسوسه. وقتی پی اچ دی میگیرن بیشتر از وقتی لیسانس دارن، یعنی مثل که اون تعلق جناحی رو بدتر میکنه. من فکر کنم شما هم تجربه اینو دارید، مثلا پزشکایی که اینوری اند در مقابل پزشکایی که اونوری اند، اختلافاشون خیلی بیشتر از مردم عادیه. میگی مثلا اونا که دانشگاه نرفتن اینقدر با هم جر و بحث نمیکنن، اینقدر با هم دعوا ندارن، یه جوری میگن حالا خب اینم هست اونم هست، حالا چه فرقی میکنه، چه خودت ناراحت میکنی. ولی اینا میبینی اصلا یه جوری قضیه، و اگه این باشه شما دیر یا زود دچار یه قطبی شدن خواهی بود. ما چه جوری میتونیم حالا چه در جهت اصلاح این قطبیت، چه در جهت حرکت به صورت نوعی عقلانیت حرکت کنه. خب پس این کاندیدا هم تو کتاب استانوویچ خیلی زیر سوال میره. و البته استانوویچ یه جا هست فکر کنم خودش رو در معرض حمله لیبرال دموکرات ها قرار میده. میگه ببین شما میگید که محافظه‌کارا تو چندین حوزه اصلا تو کتشون نمیره، مثل مسئله تکامل، این همه شواهد علمی هست، مثل مسئله بیگ بنگ یا مسئله همون تحقیق روی سلولای بنیادین و گرمایش زمین. اما باید اعتراف کنیم دموکرات هم یه چیزایی تو کتشون نمیره. و اونجا اونا هم به نظر میاد هرچی شواهد رو میکنی در واقع جواب منفی میدن. چند مورد رو نام میبره. من برای اینکه بالانس رو حفظ کرده باشم به اون مواردی که دموکرات ها هم متهم هستند که تفکر سخت دارن، تفکر تعصب گونه دارن و زیر سوال بار نمیرن اشاره میکنم. مثلا البته این چیز خیلی بحث انگیزه و من دوست دارم بیشتر راجع به این صحبت کنیم. تفاوت ژنتیکی در نژادها، شبح سرگردان آرتور ینسن. من چند ساعت این رو دارم، این رو بخونید، خیلی مهمه. یه عده اینو میگن ببین هر جور تست میگیریم، هر کاری میکنیم، بین نژادها تفاوت هست و همه اینو نمیتونیم گردن نرفتن مدرسه و فقر بندازیم. حتی یه عده هستن دارن با شک به این قضیه نگاه میکنن، میگن اون بعضی نژادها رو هر چقدر میفرستیم مدرسه باز به هوش اونا نمیرسن. من برای خودم یه راه حلی پیدا کردم، توی اون شبح سرگردان آرتور ینسن مطرح کردم. یعنی من اتفاقا به این اعتراض استانوویچ اینجا وارد نمیدونم، میگم نه اتفاقا آرتیفکت درست میگن اونایی که باش مخالفن، یعنی مطالعات پژوهشی در اون زمینه خیلی قوی نیست. منتها خب اینجوری استدلال میکنه که میگه مطالعات پژوهشی در زمینه گرم شدن زمینم اونقدر قوی نیست. این به اون در مسئله دیگه تفاوت ژنتیکی و بیولوژیک بین زن و مرد. اون لیبرال دموکراسی اعتقاد آهنین داره که هیچ تفاوتی نداره، در صورتی که میگه یه سری از یافته‌های علمی به خصوص بیولوژی و ژنتیک میگه ببین مغز زن با مغز مرد فرق داره. پرداخت برابر زن و مرد، این مدعی هست که در جامعه غربی زن و مرد حقوقشون از نظر آمار دیدن خیلی شبیه همه. اون جوری که میگن همه کارا رو حقوق کم میدن به خانوما، اینجوری هم نیست. وقتی با سنوات، مرخصی، میزان تحصیلات، میزان مهارت مقایسه میکنی، میبینی همچین هم پرداخت نابرابر نیست. و همچنین سوگیری عقیدتی در مورد رشته های استم. استم میدونید میشه ساینس، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات. ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ اند ماتماتیکس. که چرا اینقدر خانوم ها در این چهار رشته کمند؟ حدود 20% پی اچ دی های رشته های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات رو خانوم تشکیل میدن، در صورتی که تو بقیه حوزه ها 50 یا 60%. و این کم بودنه رو یه عده میگن که خب اگر یادتون باشه من اون داستان در واقع مطرح کردم خدمتتون که رئیس دانشگاه هاروارد بود و اشاره کرده بود که خب توزیع هوش ریاضی در دنیا بیشتر یه پدیده مردانه است. یا شما سیمون بارون کوهن، پسرعموی همین ساشا بارون کوهن کمدین، کتابی نوشته، میگه ببین ریاضیات پدیده مردانه است، مغز زنا همیشه یک مقداری عقب‌تره تو این حوزه. و یه جریانی هست که میگه این علم دیگه، اینو چرا نمیپذیرید، در صورتی که راست میگه. لیبرال دموکرات ها سعی میکنن نپذیرند، هر چقدر شواهد رو میبینن نمیپذیرند. البته اینم بهتون بگم که منم اینجا شبهه دارم و یه پیشنهادم به شما دارم. اگر شما در رشته های علوم روان، روانپزشکی، روانشناسی، علوم شناختی و اصولاً انسانی هستید، چند سوال بنیادین هست که با این سوالات بنیادین شما باید کلنجار برید. اینو دوستانه بهتون میگم، نمیتونی ازش در بری. اصلا سیاست جهان، پژوهش جهان اینقدر سوگیران است روش که شما باید به اینها مسلط بشید. البته حوزه‌های دیگه هم هست، مثلا حوزه همین گرمایش زمین یا مسئله توزیع ثروت در جهان، اینکه آیا گلوبالیزیشن به کاهش فقر منجر شده یا به افزایش فقر منجر شده تو اقتصاددانها. ولی تو رشته‌ای که مربوط به منه، من این چند تا رو میگم، از حالا روش فکر کنید. یک، آیا بین مغز مرد و زن تفاوت هست یا نه؟ یعنی یک تفاوت بنیادین غیر قابل اصلاح. مثلا آیا خانم ها واقعا عاطفی ترن به خاطر هورمونشون، به خاطر 2 تا کروموزوم ایکسشون؟ آیا خانم ها اصولا قدرت کلامی بهتر دارن و اونطور که بارون کوهن میگه توانایی ریاضی کمتر دارن، علاقه به عدد و اینا توشون کمتره، چون میانگین آماری جهان این رو نشون میده. تفاوت زن و مرد. 2، مقوله تفاوت بین نژادها. اینا خیلی هم حرارتی ها، به این شوخی نمیتونی بگی. یه عده هستن میگن ببین اینو نمیگیم ولی چیز اسرار خودیه دیگه، مثل این چیزا هست تو فامیل یه راز هست ولی افراد نمیگن، مثلا روشون نمیشه بگن بابا فلانی مثلا قبلا زندانی بوده، قبلا معتاد بوده، جای نگیر. اینم داستانش اینه که میگه ما هر جور تست میکنیم ملت‌های فقیر هوششون پایین‌تر از ملت‌های بزرگه. و آیا این یک خطای سنجشه؟ آیا نتیجه فقیر بودنشونه یا اونوریه؟ یه عده‌ای به رو خودشون نمیارن، میگن ادب رو رعایت میکنن ولی میگن است که قبول اونوریه دیگه. مثلا اونی که خیلی باهوش بوده صنعت رو رشد داده، ثروت غرق کرده، اون یکی بیچاره با تیر و کمون تو صحرا مثلا الان آفریقایی‌ها رو مثال میزنن. البته نمیگن، علنی نمیگن، این اصلا جرم داره، یه جوری از نظر سیاسی درست نیست، ولی یه حسی دارن که خب چرا مثلا این قبایل خیلی ابتدایی هنوز مثلا یه دونه لنگ بسته به خودش حد اکثر کاری که میکنه با تیر و کمان میره، نکنه این واقعا بیولوژی مغزش هست و این در واقع هوموساپینز کمتر است. اینم 2، تفاوت انسان ها. 3، آیا انسان ها به صورت تابلوی سفید به دنیا میاند یا قسمت عمده ای از صفات ما در دی ان ای ما هست و ما با اون به دنیا میاییم؟ اینا جز اون حوزه های بسیار داغ و چالشی است. 4، رفتارهای جنسی زیستی است یا اجتماعی؟ چون تقریبا در تمام دنیا این گونه شده که آقایان به مسائل جنسی بیشتر علاقه دارند، نوعی لذت طلبی جنسی دارند، در صورتی که خانم‌ها به تشکیل خانواده و فرزند آوری علاقه دارند. آیا این گرایش به دلیل نظام مرد سالار و ثروت عمده جهان که در دست مردان است، یا اینی که تستوسترون و استروژن اینجوری هستند دیگه؟ اینم میدونی از اون سوال‌های کلیدی است. و 5، آیا چیزی به نام روانشناسی تکاملی مبنای علمی دارد یا ندارد؟ اینا تو کتاب استانوویچ نیست، من دارم به صورت پرانتز این رو خدمتتون میگم. چرا این رو میگم؟ برای اینکه اگر شما به روانشناسی تکاملی اعتقاد داری، معنیش اینه یک وقایعی که در این چند میلیون سال اخیر برای بشر اتفاق افتاده، توی هاردور یا سخت افزار مغز شما ردی به جا گذاشته و یک سری سوگیری برای شما ایجاد میکنه. مثال خیلی ساده و ابتدایش اینه که مثلا ما از مار میترسیم، در صورتی که اکثریت ما در محیط زندگی میکنیم که مار سمی دور و برمون نباید باشه، در صورتی که به صورت غریزی مثلا شما باید از موتورسیکلت بیشتر بترسید. اون امکانی که شما رو بکشه خیلی بیشتره، شما با موتور کشته بشید تا اینی که مار بزنه. ولی این وحشت از مار و اینا هست که میگن اینا از نظر تکاملی توی سخت افزار بوده. یا اینی که مثلا چرا بعضی چهره ها زیباند، چرا بعضی اندام ها جذابند، چرا بعضی اندام ها سکسی ترند. اینها در واقع اشاره است که میگه اینا میراث چند صد هزار سال نقشیه که آروم آروم روی این نورون ها وارد شد. در یه صورت که دیگه میگه نخیر، اینا جامعه مدرن غربی اینا رو اختراع کرده برای اینکه توجیه کنه اون نظامی رو که وجود داره. و اصولا این یک ساینس کاذبه، یعنی هر چی رو گشتن یک در و تختر رو یه جور به هم جور کردن. حالا برگردیم به بحث خودمون. پس استانوویچ این مسئله رو مطرح میکنه و اشاره‌ای که داره اینه که به نظر میاد سواد علمی نیست و ما یک حوزه‌های آشتیناپذیر داریم که من چند تاشو تو رشته روان برای شما توضیح دادم. مثلا شما ممکنه بخندید، آره ممکنه مسئله کشور ما نباشه، ولی میدونید که از مناقشه‌های اصلی کنگره، ترامپ، مطبوعات، رسانه‌ها و همچنین روشنفکرها همین مسئله مقوله افراد فراجنسی یا ترانسجندر بود که اینها مثلا آیا مثلا شما محافظه‌کار باشین که ببین سکس شما رو، رفتار جنسی شما رو بیولوژی تعیین میکنه، آناتومی تعیین میکنه. اگر شما آناتومیک در واقع اون آلت تناسلی مردانه داری و کروموزوم وای داری، شما مردی دیگه. حالا من حس می‌کنم بدنم عوض شده، حس می‌کنم حس زنانه تو هست و اینا نیست، اینا رو باید محدود کنی و بیخود اجازه ندید که افراد مثلا برای خودشون یک جنسیت سوم یا چهارم تعریف بکنن. همین داستان LGBTQ ها، در صورتی که عده میگن نخیر، مغز مثلا چکشخاره و این رو جامعه میسازه که شما نقش مردانه چیه، نقش زنانه چیه. اینا بحث‌های جدیه که خواهش می‌کنم، ممکنه شما بگیم به درد من نمیخوره، ولی نمیشه. شالوده اندیشه ما رو اینا ساخته شده، اون چند تایی که به خصوص اول گفتم، و باید مطالعه کنید، شواهد رو ببینید و روش بیاندیشید. حالا حوزه‌های دیگه هم هست، همون گفتم مثلا آیا گلوبالیزیشن به افزایش فقر منجر شده یا به کاهش فقر، ولی این حوزه من نیست، من اقتصاددان نیستم و نمیتونم به اون تبحر برسم. میریم جلوتر. یه پدیده دیگه رو نام بردند، ببین همینجور تو تکامل فکری متفکران، AOT، Active Open-Mindedness Thinking، AOT، که در واقع میشه تفکر باز فعال. استانوویچ معتقد بود که ببین پس هوش نیست، سواد نیست، سواد علمی نیست، حتی عقلانیت هم نیست. یعنی شما خطاهای کانمان، تورسکی، اون پردازش نوع یک، پردازش نوع دو، اون نیست، از اون ورتره. یک صفتی رو میخواد نام ببره به نام تفکر باز فعال. این رو به عنوان ترجمه، یکی از کسایی بوده که در شکل گیری این AOT نقش داشته. AOT الان توی بیزنس خیلی معروفه، توی روانشناسی خلاقیت خیلی معروفه و شما خیلی راجبش میبینید. بذارید من تعریفی رو که خود استانوویچ میگه عیناً بخونم و اون ترجمه‌ای که خودم کردم. Tendencies to seek and process information that disconfirms belief, tolerate ambiguity and show a willingness to postpone closure in order to gather more information. که ترجمهش میشه این: تمایل به جستجو و پردازش اطلاعاتی که رد کننده باور ماست. دقت کنید، تمایل به جستجو و پردازش اطلاعاتی که رد کننده باور ماست. تحمل ابهام و ابراز تمایل به تأخیر انداختن نتیجه گیری تا اطلاعات بیشتری گردآوری شود. معتقد AOT دیگه اوج خردورزی یه انسانه. ببین زود تصمیم نگیر، همه جوانب رو مطالعه بکن، چیزایی هم که حرف تو رو رد میکنه باز برو بخون، فقط چیزایی که تایید میکنه نخون. نظر مخالفتم بشنو، بعد عجله نیست که تصمیم بگیری. حالا من اون 5 تایی رو که خدمتتون گفتم شما میتونی با AOT هم طرفش بری، چون میدونم همه شما یک ذهنیتی دارید. آقا زن جماعت مثلا هوش ریاضی نداره دیگه، آقا چرا زور میزنید؟ بعد بگی نه برو نگاه کن. خب چرا میبینی که همه ریاضی دانای برجسته مثلا آقایون بودن؟ خب آره، سیستم پذیرش دانشگاه بوده. مثلا یه عده مخالف این احساس میکنن، میگن در ابتدایی معلمین اصلا اومدن فیلم‌ها رو نگاه کردن، وقتی دختر بچه سوال ریاضی داره با پوزخند جوابشو میدن، ولی پسر بچه رو زود درخواست میکنن بیا برو مثلا عددا رو چیز کن. یعنی از همونجا دامن میزنن و رشد میدن. مثلا به عنوان انتقاد یه پرسشنامه قشنگه داره، 7 تا آیتم داره، 7 تا قلم داره. بذار اینا رو براتون بخونم من که ایده بگیرید AOT چیه، که شما میتونی از خیلی کم تا خیلی زیاد به این اشاره کنی. اینکه اجازه دهی توسط یک استدلال مخالف مجاب شوی نشان شخصیت و منش خوب است. اگه شما خیلی با این موافقی یعنی AOT بالایی داری. مردم باید شواهد مخالف دیدگاه‌هایشان را هم در نظر بگیرند. 3. مردم باید عقایدشان را در پاسخ به شواهد و اطلاعات جدید تغییر دهند. 4. تغییر دادن ذهن خود نشانه ضعف است. خب این شماره 4 پس می‌بینیم معکوس نمره میاره دیگه. اینا رو بعضی اینور اونور می‌نویسن که همش یکی نظر همش رو اون آخر بزنه. الهام و شهود بهترین روش برای تصمیم گیری است. این نقطه مقابل ایوتیه دیگه. میگه بابا شواهد هرچی میگه، من حس میکنم من اینجوریم، من کاری به استاد و آمار و اینو ندارم، من هرچی به دلم بیاده. 6. مهم است در افکار خود ثابت قدم بمانید حتی اگر شواهد مخالف ارائه شوند. فکر نکن بعضیا همشون میگن باید اخلاقتون، میگه آخه مرد باش رو حرفت وایس، یعنی چی؟ میری یه چیزی میگه رأی تو میزنن، اعتقاد داشته باش به حرف خودت. آدم هر چیزی که گفتن نمیپذیره که. و 7. باید شواهد مخالف اعتقادات خود را نادیده بگیری. باید شواهد مخالف اعتقادات خود را نادیده بگیری. این 7 تا پرسش است. تو AOT نمرات میتونه خیلی کم باشه خیلی زیاد باشه. خب اینجا یه تفاوت دیدند. محافظه‌کاران، اصولگرایان، سنتیون نمره میانگین پایینتری تو AOT میارن تا دموکرات ها، لیبرال ها. و ضریب همبستگی منهای 0.3 هست. یعنی هر چقدر شما میزان محافظه کاریت میره بالا، AOTت 0.3 کاهش پیدا میکنه. خب یه عده گفتم پیداش کردیم. خود استانوویچ هم میگه یه دوره فکر کردم پیداش کردیم. آدمای عقلانی اونایی هستن که روی این 7 نمره خیلی خوبی میارند. آقا دیدگاه دیگران رو بپذیر، اگه خوبه شواهد رو گوش بده، اینجور زود دگم نباش. یعنی در واقع میشه این رو شاخص دوگماتیسم دونست. انسان دوگم اونیه که روی این AOT پایین نمره میاره ظاهرا. اما میگم قشنگی کتاب استانوویچ اینجاها مشخص میشه. از تعدادی پژوهش نام میبره. یکیش هست که اصلا فوق العاده است. باز کاره کی؟ دن کاهان. Science Curiosity and Political Information Processing 2017 Advances in Political Psychology. دان کاهان. خلاصش چیه؟ یکی دیگه هم باز براتون بگم، باز از دان کاهان. A note on the perverse effects of actively open-minded thinking on climate change polarization. این اصلا راجب اصلا active open-minded thinking چی در میاد؟ AOT ربطی به اون حوزه های حساس ندارد. اصلا شما نمودارش رو نگاه کنی قشنگه. نمره AOT رو اومده رو خط افق گذاشته، رو محور X گذاشته. هرچی AOT افراد زیادتر میشه، تغییری توی این حوزه های حساس که خدمتتون گفتم نمیفته. حوزه های حساس کدوم بود؟ همون سقط جنین، گرمایش زمین، تکامل، مسئله سلول های بنیادین و غیره. کنترل اسلحه. حالا تو حوزه‌های اقتصادیش هم هست دیگه، همین داستان گلوبالیزیشن در مقابل محدود کردن تجارت جهانی. یعنی AOT نمیتونه باشه. میگه درسته محافظه‌کاران AOT پایین‌تری دارند، ولی این دلیل نمیشه که این توضیح نمیده. اونایی که AOT خیلی بالایی هم دارن بازم همونجوری فکر میکنند. و باز سوالات رو اومد عوض کرد. تو چند آزمون. این دفعه راجع به همین مسائلی که من خدمتتون گفتم که خب شواهد علمی نشان میدهد که ژنتیک نژادها متفاوت است و بخشی از مثلا عقب ماندگی قاره سیاه مال اینه که بیولوژیشون پایین‌تره دیگه. اونجا دید عین پاسخی رو که محافظه‌کارا میدن این دفعه لیبرال دموکرات‌ها میدن. به شدت متعصب شدن و شواهد رو نمیپذیرن. حالا چجوری ممکنه بگی شواهد رو نمیپذیرن؟ من توی اون دوتا فایل اینستاگرام براتون توضیح دادم. اونی که گفتم فیلم میبینن و فقط فیلمو یه جور دیگه تفسیر میکنن، یا اون جدول اعدادی که توی مداخلات هست که مثلا 700 نفر پاسخ مثبت دادن، 200 نفر پاسخ مثبت ندادن، در مقابل اونی که مداخله دیده ذهن اونها اونوری میشه. پس چیز عجیبی که هست اینجوریه دوستان، به عنوان درس زندگی. همونطور که گفتم نیاین بگین این آدما کم‌هوشن، بیسوادن، دانشگاه نرفتن. اینم نمیتونی بگی متعصب و دوگمند. دیدن دوگمم نباشه، آخه من حرفی ندارم، بفهم من نظر شما رو میشنوم، باز حرف خودشو میزنه و حرف اون عجب. پس AOT هم نمیتونه جدا کنه. حتی یک اتفاق قشنگ افتاد، دیدن AOT نکنه یه سوگیری لیبراله، آدم ها اینجوری تعارف دارن دیگه، بله من حرف شما رو میشنوم، اصلا باید تضارب آرا باشه، مباحثه باشه، قرار نیست من زور بگم، اصلا یه انسان خوب انسانی نیست که حرفش رو تحمیل کنه ولی باز حرف خودش رو تحمیل میکنه. پس یعنی در واقع یک نوع نفاق توی قضیه وجود داره. پس اینا یه ذره ممکنه سوء تعبیر بشه ولی گول چرب زبونی یه عده رو به بی‌طرفی نخورید. دیدن آره مثل اینکه AOT یه سبک پاسخ‌دهیه، افراد پوز میدن که دوگم نیستند، بی‌طرفند و اصولا خب بذار دید مخالفم بشنویم. ولی وقتی پژوهش کردن دیدن اونی که AOT بالا داره دید مخالفو میشنوه ولی گوش نمیده. اون آزمونه یادتونه که گفتم نویز دستگاه رو میگیرن که بشنون، دیدن آره گوش نمیده، وانمود میکنه گوش میده، یعنی بیشتر اداس. پس داستان داره معماگونه میشه. چیه که این تفکر رو نمیذاره روی این حوزه ها حرکت کنه؟ هوش نیست، سواد نیست، عقلانیت متعارف نیست، حتی تفکر باز غیر دوگمم نیست. پس چیه؟ و ما اینجا گیر کردیم. میره تو یکی از فصلهای دیگه. این فصل خیلی قشنگه، یه مفهومی رو مطرح میکنه که به نظر من یه ذره شما بیاین با این مفهوم ذهنتون رو مشغول کنید. میگه ببین ما به صورت سنتی همیشه اینجوری فکر میکنیم ما مالک افکارمون هستیم. میگه چرا اونوری فکر نمی کنیم؟ این افکار مالک ماست. و حتی سوالی که مطرح میکنه به این صورته، یک مقدار رعد و برق هم مثل که در این قسمت تهران هست، حالا شما ممکنه صدایی بشنوید. How do people acquire beliefs؟ میگه سوال اصلی ما اینه، چگونه مردم اعتقاداتشون رو کسب میکنند؟ استانوویچ میگه چرا اونوری سوال نمی کنیم؟ How do beliefs acquire people؟ چگونه اعتقادات مردم رو جذب نمی‌کنند؟ میدونم یه ذره شما میگی این یعنی چی آخه، یعنی چی این اعتقادات من این اعتقادات رو کسب کردم، اعتقادات منو سید کرده. اشارش به کارهای ریچارد داوکینز و سوزان بلکمور هست، اون مقوله میم یا مم. میگه ما چرا فکر میکنیم ما مسلطیم و میتونیم یه فکر رو بپذیریم یا نپذیریم؟ نه، یه فکر میتونه مثل ویروس بیاد مغز ما رو اشغال بکنه یا نکنه. و در واقع اشاره میکنه که چرا اونوری فکر نمی کنیم. مثلا وقتی شما کامپیوترت ویروسی میشه، شما میای میگی مثلا سخت افزار کامپیوترت ضعیفه، آیا نرم افزارت ضعیفه، آیا پروسسورت ضعیفه؟ نه، اون ویروس قویه، میاد کامپیوتر شما رو اشغال میکنه. پس به همین دلیل اون معتقده که بخشی از قضیه رو اینجوری میتونیم توضیح بدیم. بعضی افکار گیرایی و سماجت و پراکنده شدن و قدرت ویروسی بالاتری دارند. در واقع این نیست که شما ضعیفی، داستان اینه که اون ویروس جوری طراحی شده یا جوری به وجود اومده که باعث میشه سریع بتونه رشد کنه و شما نتونی مهارش کنی. در اینجا او 4 باور رو در مورد اینا داره. پس یه بخشی از سوال رو استانوویچ اینجوری جواب میده، میگه داستان این نیست، نقص از شما نیست که این افکار میاد مغز شما رو اشغال میکنه و این افکار رو کسب میکنی. اون افکار قبیه‌اند، میان مغز رو اشغال میکنند. اونوریه. وایرس آف دی مایند از لغت مایندویر نام میبره، بر وزن هاردویر و سافتویر. میگه مایندویرت ویروسی شده. مثالی میزنه. این نامه هایی بود یه زمانی میومد در خونتون، الان به سن شما دیگه نمیخوره خیلیاتون، ولی من به شخص دیده بودم نامی از درمین داختن تو که این نامه رو باید به 10 نفر دیگه بفرستی، اگه نفرستی بلا میاد سرت. یه آدمی بود نمیدونم این نامه رو انجام نداد، پس فرداش بچهش تصادف کرد مرد. دومی این نامه رو ننوشت، خونش آتیش گرفت، زنش تو آتش سوزی مرد. پس باید 10 بار بنویسی و به دیگران بفرستی. و این شروع میکرد به قول امروزی ها وایرال شدن، فراگیر شدن. ببین صحبتش این نیست که مغز شما ضعیفه، میگه طراحی این نامه جوریه که شما رو وادار میکنه اون رو ادامه بده. و ما این رو توی مباحث خرافات داریم. میگه ببین تو اگه این نامه رو ننویسی ممکنه یه فاجعه برات اتفاق بیفته. در صورتی که نوشتنش یه 2 دقیقه ازت وقت میبره. 10 نسخه ازش بنویس میشه 10 دقیقه. آیا 10 دقیقه حتی اگر احتمال خیلی خیلی کم باشه نمیارزه برای حفظ جان و بچت؟ تو چه جور مردی هستی؟ تو چه جور آدمی هستی که حاضری نیستی بچت رو حفاظت کنی؟ حالا من مثال دیگه ای تو ذهن خودم اومد، این داستانی که بزنم به تخته. وقتی مثلا یه چیزی میبینید، ببین نکتهش خیلی ساده است. من بزنم به تخته از من 5 ثانیه وقت میبره، 1 کیلوکالری هم نمیبره، ولی اومدیم تونست یه چیزی رو جلوگیری کنه. پس این به صورت یک میم یا یک فکری که میتونه خیلی سریع گسترش پیدا بکنه است. میگه این فکرها انجامشون هزینه کمی داره، ولی به شما قول جلوگیری از هزینه‌های انبوه را میدهند. ما عکس این رو توی لاتاری داریم دیگه. خب شما 1000 تومان که پول نیست، 2000 تومان که پول نیست، حالا بده یه بلیت بخت آزمایی می‌خری. اگه بردی میدونی چی برای یه خونه میبری، اگه هم 2000 تومانت میره. برای همین مردم با وجودی که میدونن این کار نابخردانه است و همواره پول اصلی میره تو جیب اون چاپ کننده برگای لاتاری، میرن میخرن. و شما نمیتونی بگی این اقدام نابخردانه است. حساب بالانس سود و ضرر است. پس یه داستان اینه که بعضی از اینها به صورت یک ویروس تمام عیار میان و فکر شما رو اشغال میکنن و انرژی که شما برای حذف این ویروس میذاری نمیصرفه به اینی که بخوای حذفش کنی، باش هم جهت میشی. اما این همه داستان نیست. اون میتونه کاربردهای دیگه هم داشته باشه اون ویروس. به عنوان مثال وقتی شما میگه که پس ببین یکی از ویژگی‌های ویروس‌های مغز، در واقع مایندویر وایرس، ویروس‌های مایندویر اینه که هزینه کمی به شما تحمیل میکنن ولی قول یک پیشگیری خیلی عظیمی رو به شما میدن. برای همین باور مثلا به اسرار خوراکی و اینا مینه. آقا ضرر نمیکنه که حالا 2 بگ نعنا هم بخور دیگه تو زندگیت، این جلو سرطان رو میگیره. حالا شما دیگه دنبال این نیستی که نه این نمیگیره، من اصرار دارم این از زمین نمیگیره. 2 بگ نعنا و یه دونه شنبلیله خوردن که اینقدر چیز نداره، حالا بخور جلو نمیدونم سکته رو میگیره. پس میبینی اینا میتونه ادامه بده. ولی فقط این نیست. یه ویژگی‌های ثانویه بهش اضافه میشه. مثلا یه چیزی داره، میگه این مایندویرها باید نمود هویتی داشته باشند، نمود بیرونی داشته باشند. وقتی شما روی میز میزنی، روی تخت میزنی، داره یه پیام به طرف میدی که ببین من برات نگرانم، دوست دارم، پس دوست ندارم بلایی بیاد سرت. پس از اونجا تقویت میشه. بعد اونایی که این کار رو میکنن یه پیامی به همدیگه میدن، ما همگروهیم. و وقتی شما همگروه هستی یعنی اتصال عاطفی داری، پس تو هم به این معتقدی. آره منم معتقدم. اگر یه چیزی خرافی باشه ولی یه عده زیادی بهش معتقد باشن، برای شما بسیار ادوانتج یا اثر مثبت داره، برای اینکه اون آدمایی که به اون قضیه معتقدن به یاری هم میان، در ناملایمات هوای هم رو خواهند داشت. باید شما یه نشانه بدی که اون نشانه تعلق شما را به گروه خودمان نشان میدهد. پس بخش جالبی از این افکار که میتونه مغز ما رو گرفته باشه اصطلاح قشنگی براش داره و در واقع بهش میگه Identity Protecting Reasoning. یعنی داستان این نیست که به هدف اون نتیجه گیری مهمه، داستان اینه که من و شما به هم علامت میدیم که ما تو یه جبهه‌ایم، ما با همیم و مثل هم فکر میکنیم. پس میتونی اینجوری فکر کنی، یه ذره داستان پیچیده است ولی خوب بهش فکر کن. میتوان بعضی افکار یا رفتارها را پیدا کرد که در نگاه ظاهر علمی نیستند، با خرد نمیخونند، ولی نشان دهنده هویت گروهی صاحبان آنهاست. Identity protective reasoning. یعنی در واقع با این استدلال شما داری هویت خودت را اعلام میکنی، هویت خودت را از دیگران اطلاع میدی، بین خودی و غیر خودی مرز میذاری. یعنی در واقع اون فکر رو که طرف گرفته مال این نیست که سیستم شناختیش معیوبه، هوشش پایینه. اون فکر رو گرفته که با یه عده هم فکر باشه و اون یه عده هم فکر به هم بچسبند. و اینجاست که کتاب دیگری هست که امیدوارم به زودی این رو خدمتتون معرفی بکنم. این کتاب بهش اشاره کرده و کتاب جالبیه. The Hidden Agenda of the Political Mind. میشه گفت دستور کار پنهان ذهن سیاسی. How self-interest shapes our opinions and why we won't admit it. چگونه منافع ما افکار ما را شکل میدهند ولی ما به آن اعتراف نمی کنیم. جیسون ویدن و رابرت کورتزبان. کورتزبان یک متفکر، یک روانشناس علوم سیاسی است، رشته‌اش روانشناسی و چاپ انتشارات پرینستون هست 2014. ببین یه چیزایی رو راست میگه. حالا الان تو ایران اینقدر این شکل نگرفته، ولی میگه اون محافظه کار چرا چند تا فکرش مثل ورق کارت با هم میاد. باید مخالف سقط جنین باشی، مخالف حقوق ترانسجندرها باشی، طرفدار دولت کوچیک باشی، به آزادی حمل اسلحه رأی بدی، مخالف آزادسازی ماریجوانا باشی و در مورد مقوله در واقع برابری مهاجرت ها رأی منفی بدی. چرا اینا با هم میاد؟ میگه افکار ما هدف عمده‌ای دارد در جهت حفظ هویت گروهی ما و وقتی هویت گروهی میاد دیگه داستان عقلانیت و منطق و هوش و اینا نیست. تو اگر این فکر رو نداشته باشی از اون هویت از دست میشی، ساقط میشی، دیگه تو رو به عنوان یه محافظه‌کار قبول ندارن و وقتی شما در اردوگاه محافظه‌کاران یا برعکس لیبرال ها هستی داری از مزایاش استفاده میکنی. میگه how self-interest، چگونه منافع شخصی shapes our opinion، افکار ما را شکل میدهند and why we won't admit it، و چرا ما بهش اعتراف نمیکنیم. اعتراف نمیکنه که ببین اگه من بیام طرفدار سخت جنین بشم منو از اون گروهی که توش هستن همه حزب بیام منو میندازن بیرون. اونا یه گروه رو برای خودشون درست کردن، این اعتقادات به صورت یه مجموعه کارت با هم میاد، من نمیتونم اونو حذف کنم. هر چقدر خودم دارم فکر میکنم که مثلا من باید اون ور رأی بدم، من خودم دوست دارم که مثلا آزادی سخت جنین باشه، یا میدونم اسلحه میفته دست یکی میره تو مدرسه مردم میبنده گلوله. پس اینه. اما بذارید اگه خسته شدید من میبینم یه چند دقیقه دیگه بحث رو ادامه خواهم داد، ولی یه چیزای جالبی هم هست که البته تو این کتاب بهش اشاره نکرده ولی بهش میگن identity protective memes، یعنی رفتارهایی که هویت شما رو نشون میده و به خصوص جاهایی که هویت زیر سؤاله این رفتارها میتونند خیلی تاثیرگذار باشند و به استحکام اون رفتار یا اون باور دامن بزنند. چرا؟ چون اون رفتار خاص اندیکاتور، نمود تعلق شما به گروه خاصی است. در صورتی که شما فکر میکنی باید ببینم چه فایده‌ای داشته که من اینو نگرش داشتم، فایدهش اینه که شما رو به اون گروه متعلق میکنه. برای همینم هست اینقدر جنجالیه، برای همینم هست که مقوله تکامل اینقدر جنجالی، سرش دعوا میشه ولی سر نانوتکنولوژی دعوا نمیشه، چون هویت افراده. یا شما معتقدی تکامل درست یا نیستی، وقتی نیستی میری توی کاتگوری دیگه، وقتی هستی میری توی یه کاتگوری دیگه. حالا من چند تا مثال برای از اینا بهتون بزنم، تو این کتاب نیست، من اینو جاهای دیگه خوندم ولی چون برام جالبه این رو خیلی دوست دارم این مثال ها رو. نمیدونم فیلم روح گویا رو دیدین یا نه، گویاز گوست. اون خانومه که میره رستوران یه بشقاب میارن که گوشت خوک و اینا توشه و اینجوری چندشش میشه و سر اون تفلکی گیر میفته، میبرن انکیزاسیون و شکنجه. اون بشقاب یکی از ممها، مم میدونی چی؟ این رفتاری که هی ادامه پیدا میکنه و تکثیر میکنه و اینجاست که میخوایم داوکینزی و استانوویچی بهش نگاه کنیم. میگه این تکثیرش فقط این نیست که این عقلانیه، یه فایده های پنهان داره. مثلا شما وقتی جنوب اروپا تشریف ببرید قبل از ورود و قبل از غذا به عنوان پیش غذا یه بشقاب میچرخونن که بهش میگن شارکوتری، توش تیکه های کوچیک گوشت نمکسود شده و دودی و خشک و اینا هست. ولی یه ویژگی داره شارکوتری، گوشت خوکه. چرا این کار رو میکنن؟ کریستوفر هیجنز این رو در آورده بود که این از همون ممهای حمایتگر هویته. وقتی داستان انکیزاسیون بود و اروپا نگران مسلمانان و یهودیا بود، این میتونه یه مم خیلی خوب هویتی باشه. بشقابو میچرخونی، مسیحی ها ور میدارن، مسلمانان و یهودی ها یه جوریشون میشه، یا چندش میکنن یا با اکراه ور میدارن یا ور نمیدارن. پس همینجا شما یه انشقاق گروهی میذاری. معتقدن رفتارهایی که به انشقاق کاتاستروفیک فاجعه گونه گروهی منجر میشن اینا خیلی بقا دارن، حتی اگر عقلانی نباشند. یعنی عقلانیتشون در همین تمایز گذاریشونه. برای همین در واقع تو تمام رستوران ها مد میشه این کار رو کردن. هدف این نبوده مردم اول غذا مثلا خوبه قبل سالاد برای اشتها باز بشه یه تیکه حالا نمکسود شده یه گوشت خوکم بخور. داستان اینه که میفهمیم جدا میکنه، یه اندیکاتور خیلی قوی هم هست دیگه، خیلی سریع سه تا دین رو از هم جدا میکنه، اونم تو منطقه‌ای که اینا با هم بودن و میخواستن که نذارند نفوذ مسلمانان و یهودیا باشه. باز مورد دومش که جالبه، این رو باز میگم کریستوفر هیجنز در آورده، کرواسانت. شما وقتی رفتید قنادی این کرواسانت رو دیدید، این هم برای این منظور ساخته شده بوده. دقت کردید شبیه هلاله، هلال مسلمین و پرچم ترکیه دیدید؟ این برای اینکه عثمانی ها با مسیحی ها تو اون منطقه بالکان و اینا بودن، از اونجا پیدا میشه جنوب اروپا. میایم نونا رو شبیه اون آرم مقدس عثمانی ها که نشان اسلامی است در میاریم، دیدی شبیه هلاله، اصلا اسمش هم کرواسانه میشه هلال، و اینو میذاریم اونجا ببینیم که حالا اگر چیزه اونا اکراه دارن، ناراحت میشن، عصبی میشن، بابا این نون این شکل مقدس ما چرا اینو گاز میزنی، چرا اینو گاز میگیری، در مقابل اون جلو این گاز میگرفته و این اتفاق میشد. اینا میتونن میم هایی باشن که به افتراق منجر میشن. حالا دوستان عزیز یه ذره اجازه بدید من اینجا یک نظر شخصیمو بگم. یک چیزی تو ذهنم هست، اگر کسی اینجا محقق هست و تاریخ کار کرده خواهش میکنم این رو بره برای من پیدا کنه و اگرم درست در اومد حدس من از من یاد کنه تو پاورقی که این ایده مکری بود. من حسم اینه که شما نگاه کنید چقدر در کمربند منطقه ما خاورمیانه، کمربند اسلامی، دوغ و کباب با هم میاد. اینو هیچ جا نخوندم. میتونید بگید آقا اینا چی میگه از خدا، اینا وایلد اسپیکولیشن، همینجوری از خدا میگه. ولی اگر شما عثمانی رو نگاه میکنی، استانبول رو نگاه میکنی، منطقه سوریه رو نگاه میکنی، لبنان رو نگاه میکنی، منطقه ما، این آیران دوغ نمیدونم این کفیر با کباب چرا اینو میچسبه، میدونم خوشمزه هم میشه قبول دارم، ولی نگاه کن اینم میتونه از اون ممهای انشقاق دهنده باشه، چون اقلیت یهودی مطلقاً لبنیات رو با گوشت نمیخورند و این میتونسته مثل همون شارکوتری برای مسیحی‌ها باشه و در واقع این مم اینجوری شکل گرفته و فراگیر شده. ولی بعدها ممها کاربرد خودشون رو از دست میدن دیگه، برای اون منظور نیستن، فقط شما حس میکنه خیلی خوشمزه است، دوغ نعنایی میخورم با ریحان و کباب کوبیده، نوش جونتون، ولی شاید این باشه، نمیدونم، اینو یه ذره تو ذهنم هست. از هر وقت رفتین کبابی به این قضیه فکر کنید که اینها فقط مزه نیست که این رو شکل میده، یه فایده ای داره که اون فایده به قول جوزف هنریکس culturally opaque است، یعنی از نظر فرهنگی پنهانه، شما دلیلش رو در نگاه اول نمیبینی. اگر میخواید اون معمای فلفل رو برید گوش بدید که چگونه خوردن فلفل همه چشم اشکشون میاد و اینا و به خودشون میگن این خوشمزه است، عجب خوشمزه است، در صورتی که نه، اون فرهنگ هایی که فلفل میخوردن، چیلی میخوردن، در واقع غذای خودشون رو به چیلی آلوده میکردن، آغشته میکردن، نگیم آلوده، عذر میخوام، آغشته میکردن و چون موش ها و جوندگان موذی از چیلی بیزارند غذاشون مسون میمونده. یعنی اگه غذاش رو مثلا روی میز میمونده یا تو انبار بوده دیگه نمیومدن گوشت اون رو بخورن چون چیلی زده بودن، در صورتی که بعداً این قضیه ناپدید میشه و الان شما اسمش تو آمریکای لاتین، توی هند و اینا چقدر اینا از فلفل و چیلی خوششون میاد، اشک دارد چشش میاد، خوشش میاد که خیلی خوشمزه است، ولی کالچورالی اوپک هست، از نظر فرهنگی این مم پنهانه، فلفل خوردن یعنی ممکنه بگه عقلانیتش اینه که خوشمزش، نه، عقلانیت خیلی عجیبی پشتش بوده. اونم این بوده که اون زمانی که شما نمیتونستی جونده های موذی و حیوانات موذی رو از غذای خودت دور نگه داری، میومدی یه جوری بهش میزدی، چون هیچ حیوانی نیست که فلفل بخوره، یعنی اصلا هیچ حیوانی از فلفل خوشش نمیاد. این انحصار به انسان داره و این مزیت انسان بوده. من توی اون فایل مزیت انسان و معمای فلفل راجع به این صحبت کردم. پس میتونه یه باوری اون تو شکل بگیره که این باور، شما دنبال محتوای درست یا غلطش نباش، محتوای هویتیشو دنبال کن. یعنی شما مال این گروهی و علامت واضح میدی مال اون گروه نیستم. و به همین دلیله که این اختلاف انگیزا واضحاً روی گسل‌های فرهنگی قرار دارند. یعنی وقتی شما به تکامل معتقدی میفتی اینور، به تکامل معتقدی میفتی اونور، در صورتی که دیدگاهی راجع به مثلا تاثیر کلسیوم روی سرطان انشقاق برات ایجاد نمیکنه. برای همین نوعی سورگیری و یارکشیه، و چون یارکشیه، سیستم مغزی ما در این جهت نیست که حقیقت رو پیدا کنه، در این جهته که تعلق گروهی شما رو حفظ کنه و مانع طرد شدن شما بشه. کتاب دیگری است که امیدوارم این رو هم در فرصت برای شما معرفی بکنم که این جمله رو در واقع قشنگ اشاره کرده در مورد این Identity Protective Reasoning، که میگه در واقع مغز ما برای مجاب کردن رقیب رشد کرده و حفظ هویت ما، نه برای دستیابی به حقیقت. پس هر جا یک مم، یک اندیشه یا یک رفتار معنی هویتی داشته باشه، سیستم ارزیابی رو معلق میکنه دیگه، اونجا آمار گوش نمیده، برای اینکه من توی اون یکی گروه میافتم. کتابی که هست نوشته دانیل دنت هست، کتاب 2017 شه، یک کتاب جنجالیه. From Bacteria to Bach and Back، از باکتری تا باخ و برعکس، The Evolution of Minds، تکامل ذهنها. کتاب یه ذره سبیلیه. از باکتری تا باخ بحث این رو شروع کرده که اصلا این ممها چجور شکل گرفتن و ذهن خودآگاهی چجوری به وجود اومد. دانیل دنت فیلسوف مشهور آمریکاییست. هنوز بحث تموم نشده، یه چند دقیقه دیگه مونده. خب حالا سوال استانوویچ اینه که چرا این فکرهایی که نام بردم، این گسل‌ها روی حوزه‌های خاصیه، مثلا سقط جنین، مثلا گرمایش زمین، مسئله قرنطینه ویروس کووید، مسئله کنترل اسلحه. او اینجا یک چیز قشنگی میگه اینا حوزه هایی هستند که قضیه برد نداریم، زیرو سام گیم هستند. زیرو سام گیم میدونید یعنی بازی که اگر یه طرف برد یه طرف میبازه، نمیتونن هر دو ببرند. و برای همینه که در واقع همون تیتر قشنگ کتاب کورتزباخ هست، که کورتزبان هست، عذر میخوام، که منافعمون. حالا شما ممکنه بگید که منافع چجور اینجا تعریف میشه؟ میگه قضیه به ارزش ها برمیگرده. مسئله سخت رو شما نگاه کنید، رفاه، آسایش و آرامش مادر مهمتره یا جان جنین؟ اسلحه که شما داشته باشی و اگر کسی به مال شما تعرض کرد بتونی در جا جوابشو بدی، این مهمتره یا اینی که ممکنه یه دم تو خیابون کشته بشن؟ لاکداون، این قرنطینه. ببین در نگاه اول اینی که ما با قرنطینه مخالفت میکنن میگی کار غیر عقلانیه، ولی نه، فراموش نکن این یک بالانس بین منافعه. یه عده اگر شما قرنطینه نکنید میمیرند، کووید میگیرن میمیرند. در مقابل وقتی قرنطینه کنی یه عده زیادی شغلشون رو از دست میدن، دچار فقر میشن. پس یه جناح پیش خودشون اینجوری استدلال میکنن شغلمو از دست بدم میارزه به اینی که 3% امکان داشته باشه بمیرم. در مقابل یه جناح دیگه میگه نخیر، شغلمو از دست بدم نمیارزه که میارزه که در ازاش نمیرم. پس در واقع میبینی پشت اینها یک عقلانیت منافع انتهایی وجود داره. جمله قشنگی داره، میگه که ما در این گونه موارد، این رو از آرتور لوپیا میاره، اونم یه کتاب قشنگ داره، آن اینفورمد، ناآگاه، اون رو هم گذاشتم تو لیست مطالعه، به نظرم کتاب جالبیه. error of transforming value differences into ignorance. میگه اساس کار اینه، خطا اینه. Error of transforming value differences into ignorance. خطا در انتقال یا جابجا کردن ارزش‌ها به جای ناآگاهی. یعنی آنچه که باعث میشه این افراد جدا تصمیم بگیرن ناآگاه نیستن، ارزش‌هاشون متفاوته. یکی ممکنه بگه شغلم به 2% امکان فوت هم وطنام یا کیشام میارزه، در مقابل یکی دیگه ممکنه بگه که نه خیر، حتی تمام ثروتم به فوت یه نفر نمیارزه. ولی فراموش نکن به این راحتی نیست که شما بیای سریع اون مرگ رو مهم بدونی. در یه جاهایی میگه که خب شغل خیلی مهمه. بعضی خب اون اگر شما یک استحکام شغلی داری، درآمد بالاتر داری، اون موقع اون بارومی که میدی خیلی قشنگ میگه، مثل این بارومی که توی امتحانات بود، این سوال اینقدر امتیاز داره، باروم زنده موندن شهروندا اینقدره، باروم شاغل موندنشون اینقدره، باروم رفاه مادران اینقدره، باروم مردن بچه‌ها، نوزادان یا جنین‌ها اینقدره، باروم کشته شدن ناگهانی در خیابان به دست یک آدم پریشان حال با اسلحه اینقدره، باروم داشتن اسلحه که دوز خونتو نزنه اینقدره. و شما اگر باروم بندیت فرق بکنه، یعنی سیستم ارزشیت فرق بکنه، در اون صورت تصمیم شما هم فرق خواهد کرد. ولی شما در نگاه احساس میکنی که اون آگاهه، چون باروم بندیش با شما فرق داره. پس بیاین جمله قشنگ آرتور لوپیا رو Error of transforming value differences into ignorance در واقع پایان بخش این جلسه قرار بدیم. اما گفتم خبر خوب داریم. خبر خوبش چیه؟ یعنی آیا نمیتوان این رو به حد اول رسوند؟ پس داستان منافع پنهانمونه و منافع پنهان شامل چند تا چیزه. تعلق به گروه، یعنی شما حاضری ذهن خودت رو کج کنی، این باور خودت رو خم کنی برای اینکه تو اون گروه بپذیرنت. و اگر هر جا این اندیکاتور مهمتری در وجود به اون گروه باشه، بیشتر ذهنت رو کج میکنی. مثل اون بشقاب شارکوتری که اندیکاتور خیلی ساده و واضحه که شما به کدوم دین تعلق داری. اونم در کجا؟ در اسپانیا و جنوب فرانسه که جنگ ها با مسلمین تمام شده و اینا به خون هم پشتن، دنبال نفوذی های طرف مقابل میگردن. پس اینی که شما واضحا اعلام کنی من بابا از اونا نیستم، از این ورم، به قیمت جانت تموم میشه، اشتباهه. پس اینا اندیکاتور هویتی هستن. دو، در مورد مواردی که بازی برد نیست، یعنی شما منافعته. منتها قشنگ میگه ما اعتراف نمی کنیم منافعمونه و هر دو جناح این رو دارن. ببین اون طرفی که مثلا مرتب میگه از کنترل اسلحه، ممکنه اینجوری فکر کرد که خب آدمیه که اضطراب بالاتری داره، درنچه از تیر خوردن تو خیابون بیشتر میترسه. یه کسی اضطراب پایینتر داره، از تیر خوردن تو خیابون کمتر میترسه. پس بارومه این که تو خیابون تیر بخورم براش کمتره، ولی در مقابل بارومی که شغلمو از دست بدم براش بیشتره و همین دلیل اون سیاست رو اونوری میبینه. این کار رو جاناتان هایت هم در کتاب رایچوسش خیلی قشنگ توضیح داده که دوستان بیایم اعتراف کنیم ارزشامون با هم فرق میکنه، اینجوری اداش رو در نیاریم. اون گراند استندینگ رو برای این گفتم که من معتقدم جان انسان ها از هر چیزی مهمتر است، آزادی از هر چیزی مهمتر است، نمیدونم برابری از هر چیزی مهمتر است. امکان نداره همه اینا تو خزانه اخلاقیات شما باشه. اون مقاله آنها یک تظاهرات دیدن دیدید؟ برابری طلب در مقابل سلسله مراتب طلب، فردگرا در مقابل جمعگرا. شما این منافعته، پس نمیتونی اینا رو باید زبانیش کنی، وربالایزش کنی تا قضیه تقصیر ایگنورنس و ناآگاهی و کمهوشی و بیسوادی نیست، منافع پنهان افراده که داره خودش رو اینجوری شد. پس منافع پنهان به اضافه تعلق گروهی. اما دقیقه آخر رو اختصاص بدم به اینی که گفتم خبر خوب براتون دارم. دن کاهان، Science Curiosity and Political Information Processing، در واقع میشه کنجکاوی علمی و پردازش اطلاعات سیاسی. همین موارد مهم رو که بهتون گفتم، گرم شدن زمین، تکامل، نمیدونم مقوله اونایی که خیلی حساسن و گسل داره، دیدیم که با AOT ربط نداشت، با هوش ربط نداشت، با هوش علمی و سواد علمی ربط نداشت، ولی با یه چیز ربط داشت، کنجکاوی علمی. اونهایی که به شدت کنجکاو علمی هستند بایس ها و سوگیری هاشون رو خیلی کمتر میکنه. پس در واقع اگر شما میخوای به آزاد اندیشی برسی، میخوای انسان آزاده‌ای باشی تو علم، تو اندیشه، فقط دوگم نبودن کافی نیست. اصلا جمله قشنگش اینه. من این رو دیدم، این قسمتی بود که در من تحول ایجاد کرد کتاب، اعتراف کنم. چون من تصور میکردم اگه دوگماتیسم، دوگم بودن تو یک صفت شخصیتیه، در انسان‌ها کم بشه، اون موقع پذیرش جدید افزایش پیدا میکنه. در صورتی که دیدیم نه، این گونه نیست. بیمایه فطیر است. شما علاوه بر اینکه نباید دوگم باشید، باید از نظر ذهن علمی پرکار و تلاشگر و جستجوگر باشید. پس یه آدمی که بدنش ورزیده نیست، مثل مغزش ورزیده نیست، مثل اونی که بدنش ورزیده نیست، نمیتواند ادعای آزاداندیشی کند. پس آزاداندیشی دوتا بال یا دوتا عضو داره. یک، دوگماتیسم رو بذاری کنار، یعنی A O T پایین، دیدگاه طرف مقابلم ببین، ولی این کافی نیست. اینکه من دیدگاه رو گوش میدم، نخیر. باید بدنت جون داشته باشه، ذهنت جون داشته باشه، یک تلاشگری و جستجوگری و کنجکاوی بالای علمی داشته باشی. و این به نظر من خیلی روشنگره، چون شما میبینی همه افراد میرن آقا اینقدر تعصب نداشته باش، آقا چرا همش رو حرف خودت، حرف دیگران هم بشنو، اینقدر چیز نباش، ممکنه اشتباه کنی. دیدن این صفت دوگماتیسم رو تو جامعه کم بکنی، ایوتی رو کم بکنی، به افزایش آزاداندیشی منجر نمیشه. طرف این فکر رو ول میکنه، میره فکر دوگمه دیگه برای خودش درست میکنه و جالبه تو اون فکر دوگمه دیگه نمیتواند در واقع آزاداندیش باشد، همون سخت به اون معتقد میشه. کیا تو تله یه فکر دیگه نمیافتن؟ جستجوگری فعال و کنجکاوی شدید علمی. حالا اینو چجوری سنجیده؟ برای بچه‌هاتون اینو به کار ببرید. گفت قبلا ما پرسشنامه میدادیم. من خیلی به مطالب علمی علاقمندم. من وقتی یه چیزی یاد میگیرم خیلی شعف پیدا میکنم. من وقتی مطالب علمی میخوانم برایم احساس جذابیت دارم. نه، رو همونم مردم دروغ میگن، مثل ایوتی. پس چگونه باید فهمید؟ نامحسوس. فیلم پخش کرد، گفت میخوایم مثلا فیلم ببینیم. اولا یه سری فیلم گذاشت جلو افراد که میخوایم نقد فیلم بکنید از نظر تکنیک و اینا، ببینن کدومو انتخاب میکنید. فیلم هنری بود، فیلم علمی بود، فیلم هالیوودی بود، یه فیلمایی هم بود در واقع اینایی که راجع به اینا هست، بعضی کانالا دارن، نمیدونم، این سلبریتی گاسیپ به قول معروف، این شایعات پشت سلبریتی ها، فلانی با فلانی ازدواج کرد و نامزد قبلیشو با هم زده و نمیدونم چی شده، که کدوم فیلمو نگاه میکنن. اینجا حواسشون نبود، ولی در اصل میخواستن ببینن که کدوم انتخاب میکنه. یک. دو، فیلم علمی رو که نگاه کرد تا تهش نگاه میکنه یا نه، پس پنهان داشتن میسنجیدن. سه، وقتی داره نگاه میکنه درگیره یا اینه که نه همینجوری فقط میخواد سوالات رو جواب بده، مثلا آقا این به نظرت صحنه پردازیش چجور بود، کارگردانیش چجور بود، نه اینا نیست، درگیر شده. این چه چیز جالبی میگفتا. چهار، بعد از اینکه فیلم تموم شد کیا رفتن گفتن بده قسمت بعدش هم ببینیم، یعنی ببین بهشون نگفته ولی ببینه واقعا کنجکاوای علمی واقعی کیا هستند. پس اگر شما بچه‌ای دارید، کانال دیسکاوری حالا ما نداریم ولی برنامه‌های علمی خیلی دوست داره، میگه من از این مستندهای علمی دوست دارم نگاه بکنم، بعد درگیر میشه، میره اونو دانلود میکنه، میره اون مطالبش رو میخونه، میره دنبالش میره، این پتانسیل آزاداندیشی رو داره. ولی دیدن بسیاری از افراد هستن هم تحصیلات بالا، هوش بالا دارن ولی کنجکاوی علمی رو ندارن. به قول ابو ریحان بیرونی میگه بمیرم بدانم و بمیرم بهتر از اینه که ندانم و بمیرم. یعنی وقتی رو به مرگ بوده مرتب سوال میکرده. میگه آخه برای چی سوال میکنید که حالا فعلی در شرایطی نیستی دونستن اینا برات مهم باشه. میگه همینجوری هم بدونم و بمیرم بهتر از اینه که ندونم و بمیرم. یولیانوس امپراتور روم همینجوری بوده، وقتی نیزه میخوره و 6 ساعت در بستر موت بوده، عده‌ای رو جمع کرده بوده راجع به افلاطون و سقراط و اینا داشته بحث میکرده و بعد خودش میگفته این زخم کاریه، منو میکشه ولی خیلی مهمه که اینا رو یه بار دیگه مرور کنیم. پس گفتی افلاطون چی میگفته؟ چیزی میگفته، یعنی داشته آخر برام یه دور دیگه درس‌ها رو مرور میکرده که قبل از مرگش. پس در واقع اگر شما بتوانید انسان‌ها رو به جایی برسانید که جستجوگری علمی، تلاشگری علمی و لذت بردن از علم به خاطر خودش، نه به خاطر منفعت و شغل و درآمدش، اونجا شما آزاداندیشی رو ایجاد خواهید کرد. پس دوستان بیایم اینجوری نگاه کنیم، دوگماتیسم مردم رو خراب کردن، اینکه آقا همه چی رو بریز دور، هر چیزی میتونه دروغ و اینو شما میبینی میشنوی خیلی از آقا هر چیزی میتونه چیز باشه، به هیچ چی ایمان نداشته باش، همین علمم هم میتونه فردا یه جور دیگه در بیاد. از این حرفا میزنن. مگه تا یه مدت نمیگفتن اینجوریه بعد اینجوری شد؟ مگه ندیدی این رد شد؟ پس به هیچ چی دل نبند، به هیچ چی پای نبند. شما آزاداندیش نمیشی، اینجوری آزاداندیش نمیشی. آزاداندیش اینه که باید دوگماتیسم درست پایین باشه، ولی تلاشگریت باید خیلی بالاتر باشه. باید به شدت بخونی، دنبالش بری، مطالعه کنی و برات اهمیت داشته باشه. پس در واقع یه مقیاسی درست کرد و نشون داد که این مقیاس رو میشه تا حدی اندازه‌گیری کرد، ولی خب نه اینکه از طرف بپرسی. از طرف بپرسی مردم دوست دارن جوابای قشنگ بدن دیگه. مثلا از مردم عادی تلویزیون میپرسن از شما به چه برنامه علمی، نه این که فایده نداره. باید ببینن که وقتی مثلا کانال‌های مختلف گذاشتن جلو اون تینیجر کدومشو میره کلیک میکنه، کدومشو میخواد نگاه کنه، بعد تا آخر نگاه میکنه، بعد آیا اینگیج میشه یا نه، درگیر میشه. آقا صدا نکن ببینم چی میگه، بذار ببینم این داره چی میگه، عجب چیزی بود و بعد بیاد ببینم اصلا به این فکر نکرده بودم. و بعد برای همین خواهش میکنم اگر میخواید به رشد کودکان نوجوانانتون کمک کنید این مسئله رو مهم بدونید، اینگیجمنت، درگیر شدن با مطالب علمی. و فراموش نکنید چون اساس در واقع اسمش هم گذاشته SCS Scientific Curiosity Scale، اینه که علومی هست که خیلی هم کاربردی نیست. مثلا شما یه چیزایی هست که آقا به چی در می‌خوره که رشته‌ت نیست، اینا برای چی داری میخونی، برای چی داری می‌گی. من هستم اینا یه عده‌ای که الان اینجا نشستن 10 و ربع بعد دارن این عرایض بنده رو گوش میدن، شاید SCS بالاتری داشته باشن که خب ممنونم ازشون که اینا یه جور ببینیم چی میگه. حالا مثلا فایده هم به حال ممکن نداشته باشه ولی گوش میدیم ببینیم چی میگه. SCS دیدن بهترین رو این تن کننده و مسئول کننده در مقابل تفکر سوگیرانه و جهت داره، تفکری که ما به این راحتی ول نمی کنیم و با دادن اطلاعات بیشتر، سواد بیشتر، هوش بالاتر، تحصیلات بالاتر، حتی ادعای عدم دوگماتیسم برطرف نمیشه. باید فعالانه دنبالش بری. برای همین گفتم بیمایه فتیره، باید برای آزاداندیشی تلاش کنی. مثل هیکل خوبه که فقط رژیم گرفتن و نخوردن حله خوله و جانک کمک نمیکنه، باید ورزش هم بکنی، عرق هم بریزی، هالتر هم بزنی، دمبل هم بزنی. هالتر و دمبل زدن علمی هم یعنی مطالعه بکنم، بخونم، کتاب نگاه کنم، بحث کنم، برم دنبال قضیه و بابتش هزینه روانی بپردازم. امیدوارم این بحث برای شما قابل استفاده بوده باشه. من خودم از این کتاب استانوویچ این قسمت آخرش برام خیلی جالب بود و یه مقدار ذهن منو عوض کرد. یعنی من بیشتر فکر میکردم خب دوگمن دیگه، دوست ندارن اطلاعات دیگه بشنون، خودشونو تو پیله خودشون بستن. نه، فقط تو پیلهشون نیست، باید تلاشگری باشه و وقتی تلاشگری نباشه از هر جناحی باشی. اینکه بزنیم مثلا اعتقاد طرف مقابل رو از بین ببریم و خیال کنیم دوگماتیسم از بین میره فایده نداره. زمان دوگماتیسم از بین میره که در روز چند ساعت هم مطالعه بکنیم، اهل فعال کردن مغزمون باشیم. خیلی ممنون از توجه شما. امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه. یک کتاب دیگه هست که اونم با این همسوه، راشنالیتی، استیون پینکر، الان اخیراً چاپ شده. اون رو شروع کردم، امیدوارم خلاصه از اون رو هم تو هفته‌های آینده خدمتتون بگم. این کتاب دانیل دنت هم به نظرم کتاب جالبیه و اون کتاب کورتزبان در واقع اون روانشناسی سیاسی که چرا جناح‌بندی‌های سیاسی روی گروه‌ها، روی چیزهای خاصی با هم همسو میشن. در صورتی که منطقی ممکن چرا شما دولت کوچیک که مالیات ها رو کم بکنه با سقط جنین، مخالفت با سقط جنین باید همسو باشه. آخه این دو تا چه ربطی به هم دارن؟ چون هویته. ممنون از توجهتون. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.